وقوع یک انفجار خطرناک در شهر مزار شریف. جزئیات تازه از حمله مهاجمان مسلح بر دانشگاه کابل. واکنش ها به حمله بر دانشگاه کابل، اعتراف صالح به ناکامی استخبارات و انفجار دیگر در ساختمان حقوق. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. یکی از کاربران فیسبوک روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: انفجار دیگر در داخل ساختمان حقوق رخ داد. جنگ در داخل پوهنتون کابل هنوز هم جریان دارد. تعداد شهدا و زخمی هایی که از سوی نیروهای امنیتی تا الحال بیرون انتقال داده شدند به بیشتر از 60 تن می رسد. تعداد زیادی از محصلین هنوز هم گروگان هستند و عملیات تصفیوی هنوز هم جریان دارد. پوهنتون کابل غرق در خون دانشجویان است. به گزارش اسپوتنیک، حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت امروز دوشنبه 12 عقرب، صدای تیراندازی از دانشگاه کابل شنیده شده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، وقوع تیراندازی را تایید کرده و گفته است که نیروهای قطعات خاص و پلیس قطعه 222 در ساحه حضور دارند و برای مهار این حمله از تمام تلاش‌ها و امکانات استفاده می‌کنند. او همچنان افزوده است که به خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن به دانشجویان، از احتیاط برای از بین بردن تروریستان نیز از تمام امکانات استفاده می‌شود. آریان این حمله را کار دشمنان دانش و روشنایی خوانده است. فیصل امین، معاون دانشگاه کابل، نیز گفته است که مهاجمان مسلح بر ساختمان ستاج حقوق این دانشگاه حمله کرده و در حال حاضر تیراندازی در داخل این ساختمان جریان دارد. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید که تاکنون 6 زخمی از دانشگاه کابل به شفاخانه های استقلال و علی‌آباد منتقل شدند. آقای سمسور همچنان گفت در میان زخمیان یک استاد و یک دانشجو نیز شاملند. هویت 4 زخمی دیگر هنوز مشخص نشده است. یکی از مهاجمان توسط نیروهای قطعات خاص پلیس ملی از پا درآمده است. عملیات برای سرکوب تمام مهاجمین که در محاصره نیروهای پلیس هم جریان دارد. فرد یا گروه تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. در همین حال تولونیوز گزارش می‌دهد. یک منبع امنیتی و تولونیوز می‌گوید که در حمله مهاجمان بر دانشگاه کابل 20 تن جان باختن و کم از کم 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها تا کنون در این باره چیز نگفتند. واکنش ها به حمله بر دانشگاه کابل، اعتراف صالح به ناکامی استخباراتی. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، حمله بر دانشگاه کابل را ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی خوانده است. ارگ ریاست جمهوری و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز این حمله را محکوم کردن. این حمله تا کنون مهار نشده و آماری از تلفات دقیق تا هنوز مشخص نیست. صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است: حمله بر پوهنتون کابل برای ما یک ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی است. او علاوه کرده است که این حمله گندیدگی وجدان طالب و همفکران او را نشان می‌دهد. معاون نخست ریاست جمهوری حمله بر دانشگاه کابل را غیر قابل توجیه خوانده است. آقای صالح در حال حاضر مامور رسیدگی به امنیت کابل است و پیش از این ادعا کرده بود که هسته های ترور در کابل یکی پس از دیگری در حال نابودی هستند. واکنش ارگ و سپیدار. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، نیز حمله امروز را به طالبان نسبت داده و آن را محکوم کرده است. صدیقی در توییت نوشته است که پس از شکست ننگین تروریستان در هلمند، اکنون این گروه ها دست و پاچه شدند و مکانهای اکادمیک را هدف قرار می دهند. ریاست شورای عالی مصالحه نیز با نشر اعلامیه حمله بر دانشگاه کابل را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گفته است. در این اعلامیه به نقل از عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی آمده است که تروریستان بزدل با حمله بر مراکز آموزشی و دانشگاه ها دشمنی و عداوتشان را با علم، دانش، آگاهی و روشنایی به نمایش گذاشتند.
عبدالله گفته که بدخواهان افغانستان از آگاهی و دانایی نسل جدید سرزمین ما می‌هراسند. تعدادی از مهاجمان مسلح قبل از ظهر امروز وارد دانشگاه کابل شدند و درگیری تاکنون جریان دارد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه ادامه دارد و صدها نفر را نجات دادند. او آماری از تلفات ارائه نکرده و گفته است که متاسفانه تلفات موجود است. وزارت صحت عامه میگوید که تاکنون از این حمله 8 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت این رویداد را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته و طالبان هم دست داشتند در آن را رد کردند. این حمله در حالی انجام شده است که چند پیش یک حمله کننده انتحاری یک مرکز آموزشی را در غرب کابل هدف قرار داد. در این حمله نزدیک به 30 دانشجو کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را گروه داعش بر عهده گرفته، اما مقام های دولتی میگویند که طالبان پشت نقاب داعش پنهان شدند. وقوع یک انفجار در شهر مزار شریف. پلیس شهر مزار شریف وقوع انفجار را در مربوطات حوزه دوم امنیتی این شهر تایید کرده است. به نقل از رسانه‌ها پلیس بلخ وقوع انفجار در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر مزار مرکز ولایت را تایید کرده است. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که بر اساس معلومات ابتدایی در این انفجار یک غیر نظامی زخمی شده است. انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در یک اراده بایسیکل بوده است. بایدن همچنان در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از برتری کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آستانه این انتخابات است. نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از برتری جو بایدن کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آستانه این انتخابات است. نتیجه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس حاکی از محبوبیت 51% بایدن بوده و حمایت از دونالد ترامپ رقیب وی را 43% نشان می‌دهد. رقابت این دو در ایالت‌های کلیدی فلوریدا، کارولینای شمالی و ایروزینا تنگاتنگ است. بایدن در ایالت کلیدی پنسیلوانیا 7% و در ایالات مهم میشیگان و ویسکانسین هم 10% جلوتر از ترامپ است. نتایج یک نظرسنجی دیگر نشان می‌دهد افرادی که در سال 2016 در انتخابات شرکت نکرده بودند اکنون وارد میدان شده و بیشتر آنها از بایدن حمایت می‌کنند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.